تظاهر کنندگان نیویورکی به حال تسلیم حالتی که چندی است به صورت نماد مبارزات برابری مدنی در آمریکا در آمده است و این بار در اعتراض به رأی هیئت جوری در من تعقیب پلیس سفید پوستی است که عواسط تابستان اریک گارنر سیاه پوست را هنگام بازداشت کشته است وزیر دادگستری آمریکا نیز معتقد است که این حادثه بار دیگر بر ضرورت بررسی همه جانبه رابطه ماموران انتظامی با مردم تاکید می کند. مرگ آقای گارنر یکی از چند حادثه اخیر در سراسر سر کشور بزرگ ماست. این وقایع احساس اعتماد و اطمینانی را که باید بین پلیس و جوامعی که مامور خدمت و محافظت از آن هستند را به آزمایش گذاشته است. فشار به گردن از پشت هنگام بازداشت خلاف دستورالعمل پلیس نیویورک است و مقتول 34 ساله نیز از بیماری آسم و تنگی نفس رنج می برده دو عاملی که کمی بعد به مرگ آقای گارنر منجر شد اما هیئت منصفه مدارک برای اعلام جرم علیه پلیس سفید پوست را کافی ندانست شوخی می بر علیهش اعلام جرم نکردن؟ چرا؟ پس عدالت کجاست؟ یکی از نمایندگان دموکرات نیویورک در مجلس نمایندگان نیز گفت این مسئله بسیار ریشه دارتر از این است و تازگی ندارد. آمریکا باید شاهد چه چیز دیگری باشد تا درک کند که ما در این کشور در مورد رابطه بین پلیس و جوامع رنگین پوست مسئله داریم. مسئله‌ای که به کرات به مرگ افراد بیگناه مانند اریک گارنر منتهی شده است. به گفته یک تظاهر کننده تنها نقطه مثبت این حادثه این است که آنها که تصور می‌کردند مسئله نژاد و تبعیض نژادی در آمریکا مربوط به قرن بیستم است باید در عقیده شان تجدید نظر کنند آرش پرند صدای آمریکا